یکی دیگه هستن که میخوان اینا رو بندازه بردن بیرون، یکی مثلا محسن رضاییه، همین سعید جلیلیه. چون سعید جلیلی الان وقتی که مشتبه رو میره میبینی اینجوریه، برای میره که اونو بخوره، مثل بعضی که ولی با شاهزاده رضا پهلوی وقتی شاهزاده رو میبینه به جایی که بگه بله قربان، میگه آقا من به شما پیشنهاد میکنم، آقا من میگم، آقا اون این همشون شاشن من عقل کل. حالا این سعید جلیلی همجور که تو مناظره ها دیدید هر وقت میره پیش مشتبه همه میرن اینا رفتن پای درسش نشستن پست گرفتن، این میره اونجا میگه خط میده، خط راهبردی میده، اونم اونجا رو گوش میکنه، بعد میگه مادرت سرویس یه ترتیبی رو باید بدیم اینجوری. حالا جلیلی موضوع باش به زودی ترتیبتی بدن، میر سلیم افراد دیگهش که ترتیبشو میدن، میر سلیم تمام اینهایی که دزدی های بزرگی کردن، چون وقتی که یک سیستم میخواد عوض بشه اون سیستم قدیم که منفوره باید سیستم جدید باشه، مثل دولت رئیسی، همه اینا شاگرده مشتبه خامنه‌ای بودن که در درس خارج تا این 12-13-15 سال رفتن شرکت کردن، شما اصلا خبر ندارید، اصلا خبر ندارید. حالا این اصلاح طلب و اصولگرا رو خیلی قشنگی تشریح کرده که ببینید با هم. طرفدارای جلیلی ناراحت نباشین، طرفدارای پزشکیان هم خوشحال نباشین، اصولگرا و اصلاح طلب دقیقا مثل بازیگرهای تعزیه میمونن، یکیشون نقش امام حسین رو بازی میکنه، یکیشون نقش شم رو بازی میکنه، بعد ملت میان گریه میکنن، بعد ملت پول میدن، بعد اینا پولا رو با هم تقسیم میکنن، آخر کار هم بازیگر نقش امام حسین میشینه ترک موتور شم رو میرن. بعدم عرض کنم خدمتتون که واقعا ما خیلی چیزا دیدیم این مملکت بچه ها، بس قبل از اسلام و بعد از اسلام دشمنی های دیده، نبرد ها دیده، بدبختی ها دیده، ولی همیشه سر پا مونده، ولی هیچ کس هم به جنایتکاری اینها نبوده. هنر، فردوسی میگه هزار سال پیش که چقدر پست و خوار میشه، هنر رو اینا پست و خوار کردن، و هنرمند رو که آقای یارو استاد شاعر نقاش تابلو فلان فلان یک عمرم خدمت کرده تو مملکت هم مونده، یک عمرم انقلاب بوده، ببینید چی میگه، میگه مغل از اینا هنر رو بیشتر ارج میدادن. این سرزمین مغل ها به هنر اهمیت دادن، ارزش دادن، محراب الجایتو ساختن، گنبد خدابنده ساختن، این دوره 40 ساله همه اینا رو خراب کردیم. هر لحظه انقلاب از این قرار بود که محمد بن سلمان بره ایران، همه کاراشو کرده بود، ولی یهو این دوتا خامنه‌ای گفتن خارمادر این باید بچه که اینقدر به ما فحش داده توی سالها بیاد ایران، ازش پذیرایی هم بشه. از علل مختلفی که رئیسی رو زدن خیلی دلایل داشت، که مثلا این بود که می‌خواست، دیدید صحبت خامنه‌ای رو براتون پخش کردم که چقدر حمله میکنه به رئیسی به خاطر اینکه رفته نشسته فقط با محمد بن سلمان. حالا اینها چون ناچارن که با دنیا با این سیستم جدیدشون، خصوصا جنگ هم که راه افتاده با در جنگ حماس و اسرائیل، اینها خیلی به کشورهای عربی که سهله، به کشورهای آفریقایی هم احتیاج دارن، عربستان هم که رهبری جهان عرب و مسلمان ها رو به عهده داره و همشون پول میده زیر بریده چند بیشتر بهش احتیاج داره. به خاطر همین پروژه رژیم این هست که با عربستان رابطهش خوب بمونه، ولی با محمد بن سلمان که نمیتونه فوش خارمدر داده به علی خامنه‌ای که بیاردش تهران، اینها الان دارن همه تلاششون میکنن و شما به زودی شاهد این خواهید بود، شاهد این خواهید بود که پادشاه عربستان سعودی رو اینا دعوت میکنن و سلمان پادشاه عربستان سعودی میره ایران و مستقیم با خامنه ای ملاقات میکنه. این همه خطره برای آزادی ایران. همچنان که وقتی شما میبینین احزابی که چپن یا راستن، اصلا قدیم تقویت شده نظام جمهوری اسلامی اصلا در اروپا و در میان روز به روز قدرت میگیرن، روز به روز خطرناکتر میشه. ببینید بچه‌ها نکته مهمی که باید توجه بکنید اون اینه، به فحش دادن این به اون شما اکتفا نکنید، اقناع نشید که آقا فوش و خارمدر میده. زمانی که هنوز جیمی کارتر رئیس جمهور بود، بعد ریگن اومد و فلان، اینا اینها یه سیستمی رو کار گذاشتن،
یه سیستم که آقا اگر میخوایم کار ما پیش بره، آمریکا با اونی که نمیخواد تو ایران قدرت داشته باشه فوش بده. ایران هم باید به ما فوش بده همچنان، اشکالی نداره فوش با، چون مغز متفکر اینها جهانه، جهان سرمایه داره. ایران هم به ما فوش بده، فوش که بده مردم میگن خوار مادر این مخالف هم هست که این استقلال تر، ما راحت تر میتونیم نفت رو چپاول کنیم. مثل همین تو خارج از کشور شما ببینید توی 40 سال چقدر آدم اومدن همه فوش میدن به جمهوری اسلامی، ولی اکثریتشون اینهایی که امکانات در اختیار دارن در سطح جهانی خودشون رو اپوزیسیون میدونن، اینا همه زیر کنترل جمهوری اسلامی هستن. از اینا استفاده ای که میکنه موقعی که میخواد، مثلا یارو میارن پرستو بوده و همه رفته خوابیده فلان کرده فلان کرده، یهو یک امکانات بزرگ رسانه‌ای دستشه، امکانات بزرگ رسانه‌ای جهانی دستشه، داره میگردونه فوش هم میده انتقاد هم. یا سر به زنگاه که میرسه، خط قرمز رژیم که میرسه، یا حمله جنگ با اسرائیل مطرح میشه فرامه، اونجاست که میدونید میاد خودنمایی میکنه. بعد اینا به همه جا هم رفوز میکنن، مثل خود رژیم همه جا الان به اسم همه هم حرف میزنن، به اسم همه هم چیز درست میکنن. این خیلی خطرناکه. حالا هم الان سلمان بیاد ایرانو، بعد توی اروپا هم که الان این احزاب، شما فکر نکنین فوش میدن، مثل همینجا وقتی که مکرون با رئیسی ملاقات کرد و قرارداد نفت رو با هم بستن و با اوکراین جنگ شده بود، فرانسه اگه نفت نمیداشت و گازش و اینا وضعش خیلی خراب بود، وقتی که صحبت های کرد دستش داد فلان رفت، مکرون یک رو وایساد دم یه جایی که با رئیسی صحبت کنه، وقتی که نفت رو گرفت و تموم شده رفت، بعد ما چهار تا فوش هم دادن انتقادم کردن. اینها شما گول نخورید جانم، ما ملت گولخوری هستیم، یعنی فقط به زبان و دهن می اندیشیم و حرف می اندیشیم، به عمل نگاه نمی کنیم که عمل افراد چیه. عزیزان من عمل خیلی مهمه، وگرنه به حرف که باشه شما در نظر بگیرید. یکی از بچه ها به من زنگ زده بود همون موقعی که انتخابات بود و اینا، آدمای مهم، هپ هپ هپ، گفتم گفت من میخوام رأی بدیم به پزشکیان، گفتم ساده ای بچه تو چی شد؟ گفت نه جون تو، ما رأی میدیم همه رأی میدن، سیاوش اوستا بابا این شاگرد توئه، گفتم چی؟ گفت پزشکیان شاگرد توئه، تو مگه حرفاش گوش نکردی؟ گفتم حرفاش چیه؟ بابا من دیدم که دانشجوها فلان مسقدیم، گفت اونا گذشت رفت. گفتم گفت یک فیلم همه بعد میفرستم ببین، همون موقع تقریبا 4 هفته پیش فرستاد، کوروش، کوروش و کبیر، تمدن، تاریخ، هزشکه. خب شما ببینین عزیزان من تا چه حد ما رو دارن گول میزنن؟ این گول زدن ما تا چه حدیست؟ ما گول میخوریم، افواه و رجال، یعنی ما کسی هستیم که به دهن نگاه میکنیم، به حرف زدن یارو نگاه میکنیم، میان میگن این حسن عباسی، همون حسن عباسی، اون حسن عباسی، همین سیاوش افستاس، مشاور اول علی خامنه ای، از رهبران سپاه باستاران، بعد یک نفرم نمیاد بگه که آقا این دروغه، ای عبدالله قزوینی، ای سیاوش افستا، ای همه کتاب نوشته، ای همه حرف زده. بعد حتی یارو رفیق خودت ولاغت دلار تو بده، به هر کسی دلار بده، زن بده. بابای من میگفت با سه چیز هر کی رو بخوای میتونه غلام و برده خودت کنی، هر کی، حتی جز ما. ما رو وقتی که رهبران عرب ها و دیگران اومدن اینجا ما رو نتونستن بخن، یارو گفت بیاری برای تو موزه خوبه، میلیون ها دلار برای ما خرج کردن، دیدید فیلم ساختن، کار کتاب فهم کردن، اون نفر حالا گفت یا با پول، خب بعضی رو با پول نمیشه خرید، با سکس، با زن، زن در اختیار اینا بذارید، با سکس، با سکس هم نشد قدرت، با
بابا بزرگترین خبرگزاری این مجله فلان اون فلان این پست مدیریت اون رادیو اینترنشنال که اصلا دشمن ماست مال تو. و اینطوری اینها پیش رفتن. یعنی نظام اسلامی شما اگر میبینید امروز اینقدر پیش رفته و که حتی سیمسون ها برنامه ریزی میکنن که جلیلی رئیس جمهور بشه، چون با جلیلی بهتر اقتصاد جهانی کار میکنه، تنش آفرینی بیشتره. بعد این هم قبول میکنه، یکی از دوتا خامنه ای قبول میکنه، آقا اونا منتشر میکنن عکسشو که آقا این جلیلی رئیس جمهوره، ولی یوهو نقشه رو عوض میکنه اون خامنه ای دیگه، پزشکیانو میذاره، پزشکیانو میذاره. چرا؟ چون ای تا این حد داره کار میکنه، یعنی اینقدر اینا چه هستن، یعنی این سیستم این نظام با خودش باقی وحش داره، خودش رهبری باقی وحش رو داره، ولی سگ داره که هر جا بخواد بندازه پاچه بگیره. چاکر سگا هستم، من خیلی دوستشون دارم، حیوانات من خیلی دوست دارم، ولی خب میدونید سگ باهت مهاجم دارید، روباه داره. این روباه همی آخونده بودن که پرویز سید صحبت شکر دیدید، هر کنه گرگ داره، گرگ میفرسته رود. موش داره، موش موشی میاد تو خونه تو داره سبیل کمالش بخونه سر بدی. گربه هم داره، گربه میفرسته موشنه بگیره. خروس داره، میخونه سر صبح تو رخواب بیدار کنه، بلند شو دیر شد کارت. گوسفندم داره برای قربونی، گوسفند قربونی، گوشت قربونی خیلی مفیده، خیلی خوبه. گوسفند برای قربونی میخواد رفسنجانیش باشه، میخواد بهشتیش باشه، با هنر باشه، رجایی باشه، از قدیم بگی بیا تا حال رو بخوای رئیسی باشه، قاسم سلیمانی باشه. این همه پاسدارای رهبرای بزرگ اینا رو که اینها کشتن، کاظمی بازمی اینا همه او توده های مردم باشن، ببرن اینا بفرستن رو مین کشته بشن گوشت قربونی. شما فکر کردید در نگاه کسانی که جهان را میگردانند و یا یک دهی را میگردانند، احساس، عاطفه، مهر، عشقی که تو داری فکر می‌کنی پیشونه هست؟ اون اولین چیزی که گذاشتن زیر پا مهر و عشق و احساس و عاطفه است. اگر هم جلو تو گریه میکنن کار میکنن، درست مثل اون آرتیست تو سینما میمونه. یک آرتیست تو سینما همه کاری رو بلد انجام بده، همه کار. محرمه بابا بزرگ ایناست، مشکل مادر بزرگ ایناست، به تو چه ربطی داره عزیزم؟ ولی جامعه همه هم سیاه با پوشن، همه هم علم و کتل و داود و بریاد و سیمه و یک ماد و ماشالب شو و 10 میلیون خودشونن. سادات تازی بنی هاشم حاکم بریدن 10 میلیون خودشون، شما چرا میرین توشون؟ بدبخت های بیچاره. اینه که بیچارگی ما یکی دوتا نیست عزیزان من، بیچارگی ما بسیار زیادتر از یه حرف. حالا من میدونید که جریان حجاب در ایران تموم شده و یکی از نشانه هاییست که شما پیش دارید میرید. من ناامیدی نمیافرینم، ولی ملت ایران ناامید کننده است با این کاراش. هیچ ملتی، هیچ 30 میلیون جمعیت، 40 میلیون جمعیتی به بی بخاری تو در تاریخ بشر وجود ندار. شما الان این دفعه توی انتخابات بر اساس آماری که خود رژیم داد، آماری که خودش داد، الان بالای 50 60 میلیون چون نمیتونه